خانه صوتی فارسی زبانان تقدیم می کند همراهان گرامی لطفا برای توسعه فرهنگ کتابخانی و افزایش دانش همگانی با فشردن دکمه سابسکرایب و لایک و به اشتراک گذاردن آثار این شبکه ما را در این امر خطیر یاری فرمایید. برای دانلود و بازدید از دیگر آثار فرهنگی ما نیز لطفاً به پایگاه اینترنتی www.farhangefarsi مراجعه با اینکه مرد جوان تمام توان خود را به کار گرفته بود اما پس از تاریک شدن هوا به قول رسید نشست و با ناله گفت آه، نه نتونستم در نزدیکی او از میان تاریکی صدایی گفت چی رو نتونستی؟ مرد جوان با تعجب برگشت و پیرمردی رو دید که چند متران طرفتر بر روی تخت سنگی نشسته است مرد جوان گفت ببخشید متوجه شما نشدم نتونستم غروب آفتاب و از این بالا تماشا کنم شکست مشکل هر روز منه پیرمرد خندید و گفت میدونم چه احساسی داری در آن هنگام مرد جوان نمیدانست با یکی از موفقترین و با آرامشترین افراد آشنا شده است در نظر مرد جوان او فقط پیرمرد خوبی به نظر می آمد. پس از مدتی پیرمرد گفت خب نظرت درباره این منظره چیه؟ مرد جوان پرسید کدام منظره؟ او به تاریکی خیره شده بود اما هیچ چیز نمیدید کم کم داشت از حرف پیرمرد تعجب می کرد پیرمرد دراز کشید و به آسمان نگاه کرد مرد جوان نیز به همین صورت به آسمان نگاه کرد و ستاره هایی را که در بالای سرش می درخشیدند دید او هیچگاه از داخل دره ستاره ها را به این وضوع ندیده بود. پیرمرد گفت زیباست نه؟ مرد جوان با بحت زدگی تمام گفت بله او در حالی که به ستاره ها خیره شده بود و از آرامشان لذت می برد ادامه داد. آنها همیشان آنجا بودند. اینطور نیست؟ پیرمرد پاسخ داد هم بله هم نه اونا همیشه اونجا بودن این تو بودی که باید جهت نگاه خودت رو تغییر میدادی او کمی مکس کرد و ادامه داد و نه واقعا نه دانشمندا میگن نوری که اکنون به آنها نگاه میکنیم میلیون ها سال قبل از ستاره هایی که در حال مرگ بودند و اکنون دیگر وجود ندارند جدا شدند. مرد جوان سرش را تکان داد و گفت نمی توان چیزهای واقعی را از غیر واقعی تشخیص داد. پیرمرد چیزی نگفت فقط خندید. وقتی جوان نلت خنده او را پرسید پیرمرد پاسخ داد به این فکر می کردم که وقتی همسن تو بودم احساساتم چقدر همانند تو بود سعی می کردم واقعیت را از تخیل تشخیص دهم آنها مدت زمانی را در سکوت به تماشای ستارگان در آسمان پرداختند سپس پیرمرد پرسید چرا به این قله آمدی؟ مرد جوان پاسخ داد نمیدونم فکر می کنم به دنبال چیزی هستم او به پیرمرد گفت چه احساس ناخوشایندی در دره داشته و فکر میکرده راه بهتری برای زندگی وجود داره او درباره شغلهای مختلف خود به پیرمرد گفت درباره روابطی که چندان پایدار نبودند و اینکه احساس میکرده از تمام توانایی‌هایش استفاده نمیکنه. مرد جوان از اینکه تمام زندگی خود را برای فرد غریبه ای تعریف کرده متعجب بود پیرمرد با دقت به حرفهای مرد جوان گوش کرد پس از اینکه صحبتهای او تمام شد گفت بیاد دارم من هم بارها احساس شکست می کردم بیاد دارم اخراج از اولین شغلم برایم خیلی سخت بود هر چه تلاش کردم نتوانستم شغل دیگری پیدا کنم زمان زیادی عصبانی و افسرده بودم روزگار اصلا بر وفق مراد نبود اما یکی از دوستان خوبم که هیچگاه او را فراموش نمی کنم. مطلبی به من گفت که همه چیز را عوض کرد مرد جوان پرسید آن مطلب چه بود؟ و پیرمرد پاسخ داد درباره روشی که خودش آن را روش قله ها و دره ها برای لحظه های خوب و بد می نامید. او گفت هرچه بیشتر از این روش استفاده کنید موفقتر می شوید و به آرامش بیشتری می رسید. پیرمرد در ادامه گفت من ابتدا به این روش اطمینان نداشتم اما بعد متوجه شدم روش صحیح است این روش تأثیر زیادی بر کار و زندگی من گذاشت مرد جوان که مشتاق شده بود به دانت پرسید چگونه؟ پیرمرد پاسخ داد آن روش نگرش من را به فراز و نشیب های زندگی عوض کرد و با کمک آن توانستم رفتار خودم رو تغییر دهم مرد جوان پرسید با چه روشی؟ پیرمرد پاسخ داد دوستم به من کمک کرد سه چیز را درک کنم چگونه با سرعت بیشتری از دره خارج شوم؟ چگونه برای مدت طولانی تری بر روی قله بمانم؟ و چگونه در آینده قله های بیشتر و دره های کمتری را داشته باشم؟ این حرفها ها آنقدر جذاب بودند که پذیرش آنها برای مرد جوان سخت بود اما او کنجکاف بود و به دنبال پاسخ می گشت بنابراین پرسید اگر امکان دارد برای من هم بگویید پیرمرد گفت میگم اما به شرط آنکه اگر مفید بود آن را با دیگران نیز در میان بگذارید مرد جوان گفت چرا باید به دیگران بگم؟ پیرمرد جواب داد به دو دلیل اول کمک به اونا و دوم کمک به خودت زمانی که مردم اطراف تو بدانند چگونه از فراز های زندگیشان استفاده کنند کمتر نگران می شوند و عملکردهای بهتری دارند و این موضوع زندگی و کار با آنها را برای تو لذت بخشتر خواهد کرد مرد جوان گفت اگر مطالب پیرمرد بتواند مشکلات او را حل کند او نیز آنها را برای دیگران بازگو خواهد کرد پیرمرد شروع کرد شاید بهتر باشد او پرسید منظور شما دقیقا از قله ها و دره ها چیست؟ منظور من قله ها و دره های شخصی توست فراز و نشیب هایی که در کار و زندگی با آنها مواجه میشی این لحظه های خوب و بد ممکنه چند دقیقه چند ماه و یا حتی بیشتر به طول بیانجامه قله ها و دره های شخصی همانند قله ها و دره هایی که در سطح زمین میبینی طبیعی هستند هر دو نوع پراکنده بوده و به نوعی قله ها با دره ها ارتباط دارند ممکنه در مقطعی از کار و زندگی شرایط خوب باشه و در مقطع دیگه بد. این مسئله برای همه با هر فرهنگی در جهان وجود داره و این بخشی از خصوصیت انسان است. مرد جوان آهی کشید و گفت پس من تنها نیستم. پیرمت خندید. نه کاملا. البته ممکنه گاهی دوست داشته باشی اینطوری احساس کنی. مطمئنا نوع فراز و که هر کدوم از ما داریم با دیگری متفاوته زیرا تجربیات هیچ دو نفری شبیه یک دیگه نیست حتی اگه در شرایط مشابه قرار داشته باشن از آن موقعیت داری بستگی داره نکته اینه که بتونی آنچه را که برای تو رخ میده از شخصیت و ارزشی که به عنوان یک انسان برای خود قائل هستی جدا کنی پیرمرد ادامه داد من متوجه شدم انسان میتونه حتی در زمانی که حادثه بدی اتفاق میفته درباره خودش احساس خوبی داشته باشه مرد جوان حرف او را قطع کرد و گفت پس شما میگید وقتی داخل دره شرایط مطابق میل من نبود باید خوشحال میبودم دوست ندارم با شما مخالفت کنم اما آنجا هیچ چیز آنگونه که من میخواستم نبود برای شما که اینجا روی قله نشستین بیان این مطالب آسونه زندگی شما در این بالا هیچ شباهتی با زندگی من در دره نداره جایی که من از اونجا میام دنیای کاملا متفاوتیه به نظر نمی رسید پیرمرد از عصبانیت مرد جوان رنجیده باشد او فقط سکوت کرد پس از مدتی که مرد جوان آرام گرفت با شرمندگی گفت متاسفم میدونم ناامید شدم فکر می کنم بیش از آنچه متوجه باشم عصبانی شدم پیرمرد سرش رو تکون داد و گفت درک می کنم سپس ادامه داد پس فکر می کنی زندگی در این بالا هیچ شباهتی با زندگی شما در دره نداره می خوام سوالی از شما بپرسم آیا در طول مسیر متوجه شکافی نشدی؟ شکاف بزرگی در زمین که دره در تو را از این بالا از این قله جدا کرده باشه مرد جوان پاسخ داد نه کجا؟ پیرمرد چیزی نگفت مرد جوان فکری کرد و سپس خندید شاید به این علت که هیچ شکافی وجود نداشته اینطور نیست؟ پیرمرد گفت آفرین مرد جوان گفت علتش اینه که دره ها و قله ها به یکدیگر مرتبط هستن پیرمرد با خنده گفت دقیقا چه کسی میتونه بگه دره در کجا تموم میشه و قله کجا آغاز میشه نکته اینه که نه تنها باید درک کنیم که همانند قله ها و دره های فیزیکی قله ها و دره های فردی نیست با یکدیگر مرتبط هستند بلکه باید نوع رابطه آنها را نیست متوجه شویم